مرقس فصل پنجم. به این ترتیب آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رفتند. همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت، مردی که گرفتار روح ناپاک بود از مقبره ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره ها زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. وقتی او عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده کرد و با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی، پسر خدای متعال، با من چی کار داری؟ تو را به خدا قسم می دهم، مرا عذاب نده. زیرا عیسی با او گفته بود: ای روح ناپاک، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ او گفت: اسم من لژیون است، چون بایده زیاده هستیم. و بسیار التماس کرد که عیسی آنها را از آن سرزمین بیرون نکند. در این موقع یک گله بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپه ها می چریدند. ارواح با او التماس کرده گفتند: ما را به بیان خوک ها ببرید تا به داخل آنها شویم. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها داخل شدند و گله که تقریبا 2000 خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و اطراف شهر پخش کردند. مردم از شهر بیرون آمدند تا آنچی را که واقع شده بود ببینند. وقت آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوج از ارواح ناپاک بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار ترسیدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند، آنچی را که برای مرد دیوانه و خوک‌ها واقع شده بود برای مردم گفتند. پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود. وقت عیسی می‌خواست سوار کشتی شود، مردی که قبلا دیوانه بود از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه دهد امرای او برود، اما عیسی به او اجازه نداد، بلکه فرمود: به منزل خود پیش خانواده‌ات برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچی را عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولیس منتشر کرد و همه مردم تعجب می کردند. وقت عیسی دوباره به طرف دیگر دریا رفت، جمعیت فراوان در کنار دریا دور او جمع شدند. یایروس سرپرست کنیسه آن محل آمد و وقت او را دید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت: دخترم در حال مرگ است، خواهش میکنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. عیسی با او رفت، جمعیت فراوان نیز به دنبال او رفتند. مردم از همه طرف به او هجوم می آوردند. در میان آنها زنی بود که مدت 12 سال تمام مبتلا به خون ریزی بود. او متحمل رنجهای زیادی از دست طبیبان بسیار شده و با وجودی که تمام دارایی خود را در این راه صرف کرده بود، نه تنها هیچ نتیجه نگرفته بود، بلکه هر روز بدتر می شد. او درباره عیسی چیزهای شنیده بود و به همین دلیل از میان جمعیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد. او با خود گفت: حتی اگر دست خود را به لباسهای او بزنم خوب خواهم شد. پس لباس او را لمس کرد و خون ریزی او فورا قطع شد و در وجود خود احساس کرد که دردش درمان یافته است. در همان وقت عیسی پی برد که قوه از او صادر شده است. به جمعیت دید و پرسید: کی لباس مرا لمس کرد؟ شاگردانش به او گفتند: میبینی که جمعیت زیاد به تو فشار می آورند،
پس چرا می پرسی کی لباس مرا لمس کرد؟ عیسی به چهار طرف می دید تا ببیند کی این کار را کرده است. اما آن زن که درک کرده بود شفا یافته است، با ترس و لرز در برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان کرد. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو. هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود که قاصدان از خانه سرپرست کنیسه آمدند و گفتند: دخترت مرده است، دیگر چرا استاد را زحمت می دهی؟ اما عیسی به سخنان آنها توجه نکرد و به سرپرست کنیسه فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش. او به کسی جز پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد که به دنبال او برود. وقت آنان به خانه سرپرست کنیسه رسیدند، جمعیت آشفته را دیدند که با صدای بلند گریه و ناله می کردند. عیسی وارد منزل شد و به آنها فرمود: این غوغا و شیون برای چیست؟ برای چی گریه می کنید؟ دختر نمرده است، بلکه در خواب است. اما آنها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون کرد و پدر و مادر دختر و همراهان خود را به جایی که دختر بود برد و دست دختر را گرفت و فرمود: تلیتا قومی، یعنی ای دختر، به تو میگویم برخیز. فوراً آن دختر برخاست و مشغول را رفتن شد. او 12 ساله بود. آنها از این کار زیاد حیران شدند. اما عیسی با تأکید به آنها امر کرد که این موضوع را به کسی نگویند و از آنها خواست که به دختر خوراک بدهند.